special cameras to show you inside. It's going to be a big surprise. But how does it work? Do you know? How is it made? Do you know? Do you know? Let's find out! آیا می دانید؟ سلام، من مدیم. امروز دارم میرم بدوم. خیلی دوست دارم هوای تازه بخورم و بدنم رو حرکت بدم. به این میگن ورزش. شما چه جور ورزشی دوست داری؟ یه دلیل دیگه هم داره که دوست دارم بدوم، چون میتونم دور و برم رو نگاه کنم و ببینم چی پیدا میکنم. امروز میخوام ببینم چند تا چرخ میتونم بشمرم. شما چرخ میبینید؟ ببینین، اون ماشینه 4 تا چرخ داره. اونجا رو میدونین دوچرخ چند تا چرخ داره؟ درسته؟ دوتا. کالسکه چی؟ اون کالسکه 1، 2، 3، 4 تا چرخ داره. حساب از دستم در رفت، همه جا پر از چرخه. فقط آدم ها نیستن که از چرخ خوششون میاد. بریم دیدن یه دوست کوچولو که عاشق چرخه. اینجا مغازه حیوانات خونگیه. سلام. اگه گفتین کدوم حیوانی اینجا چرخ دوست داره؟ بچه گربه؟ فکر نکنم. شاید سگ. نه؟ ببینم پرنده چطور؟ نه، اینجا هم خبری از چرخ نیست. جواب درست اینه: همستر. این هربرت کوچولوه. سلام هربرت. اینم دوستش هلناست. من عاشق همسترم. شاید شما هم تو خونتون داشته باشین. هربرت و هلنا هم درست مثل من دوست دارن ورزش کنن. اونا روی چرخ میدوئن. مثل این یکی. بودو ببینم هربرت. میدونین چرخ همستر چطوری کار میکنه؟ بیاین ببینیم. چطور کار میکنه؟ چرخ همستر. همسترها شب خیزن. یعنی شبا بیدارن و روزا میخوابن. حالا تقریبا وقت خوابه. خیال میکنین اگه چراغو خاموش کنین چی میشه؟ من یه دوربین مخصوص دارم که باهاش میشه توی تاریکی دید. حالا ببینیم هربرت و هلنا دوست دارن روی چرخشون یه کمی ورزش کنن یا نه. اومد. رفت روی چرخ. پای کوچولوشو ببینین که چطوری داره چرخو میچرخونه. خیلی تون میدوه، نه؟ گوش کنین چرخ چه صدایی میده. اوه نه، خسته شد. نه، هنوز داره میدوه. آفرین هربرت. اما میدونین چرخ همسر چطوری کار میکنه؟ بیاین ببینیم. این چرخ درست مثل اونیه که توی قفس هلنا و هربرت هست. این تکه داخلش رو بهش میگن پیست دو، چون جاییه که همسر روش میدوه. اگه خوب نگاه کنین این لبه های کوچیکو توی این پیست میتونین ببینین. همسر پنجه هاشو به این لبه ها فشار میده تا چرخو همون جور به چرخونه. بیان یکم از نزدیکتر ببینیم چرخ چطور میچرخه. پنجه های هربرت به لبه های توی چرخ همستر فشار میاره و چرخو به سمت عقب میرونه. وقتی که میدوه این چرخ هی دوره خودش میچرخه. میبینین که وسط چرخ یه تکه فلز کوچیک مثل یه میله است. به این میگن محور. ته محور به قفس وصل شده تا چرخ سر جاش بمونه. سر محور یه مهره کوچیکه که نمیذاره چرخ پایین بیفته. ولی چرخ نمیتونه به چرخه تا وقتی که یکی حرکتش بده. این کارو همستر میکنه. وقتی یه همستر مثل هربرت شروع میکنه به دویدن، چرخ دور محور میچرخه. بیاین دویدن هربرتو با دور آهسته ببینیم. میبینین که پنجه های هربرت لبه های داخلی چرخ رو چنگ میزنن. بعد پاهاش فشار میاره به پایین. اون وقت چرخ پشت سرش میچرخه. به نظر شما هربرت چقدر میتونه بدوه؟ میرم نوکه این ساختمون بلند تا نشونتون بدم که هربرت
هر شب چقدر روی این چرخ میدوه؟ وقتی یه جایی به این بلندی باشین میتونین کیلومترها دورتر رو ببینین. عالیه، میشه کلی ساختمونای بلند و خونه ها و خیابونا رو دید. اون ساختمون اونجا میتونیم ببینی؟ اونهاش، اونی که نوکش تیزه، میبینین؟ خیلی دوره، مگه نه؟ هر شب هربرت میتونه روی چرخش به اندازه فاصله اون ساختمون تا اینجا رو بدوه. وای، میشه حدود 9 کیلومتر. آخ، عجب ورزشی. من که خیلی کیف کردم دویدن هربرت رو دیدم، شما چطور؟ اسم اون میله فلزی که چرخ دورش میچرخه رو یادتونه؟ درسته، بهش میگن محور. صدای چرخ رو شنیدین که هربرت روش میدویی؟ دیدین هربرت هر شب چقدر میتونه بدوه؟ واقعا راه خیلی زیادی بود، مگه نه؟ خب، حالا میدونین که چرخ همستر چطوری کار میکنه و هربرت توی یک شب چقدر میتونه بدوه. به نظرم حالا وقتشه که یکم استراحت کنه. اون رخت خواب نرمو توی قفس هربرت و هلنا دیدین؟ اینا تراشه یه چوبه. هر حیوانی دوست داره یه جای زندگی کنه. بعضی پرنده ها روی درخت آشیانه می سازن. بعضی از خرگوش ها توی زمین سوراخ می کنن و اونجا زندگی می کنن. ماهی ها پشت علف های زیر آب قایم می شن. ولی به نظر شما چه حیوانی توی همچین جایی زندگی می کنه؟ شما می دونین؟ این هتل حشره هاست. برای حشراتی ساخته شده که شاید توی باغچه‌تون پیدا بشن. حشرات خیلی جور و جورن. اونا دوست دارن توی سوراخ سنبه‌هایی که تو طبیعت پیدا میشه زندگی کنن یا هر جایی که بتونن قایم بشن. من یه دوربین مخصوصی دارم که بهش میگن میکروسکوپ. با این میشه چیزای خیلی کوچیکو از نزدیک تماشا کنی. حالا ببینیم توی این هتل حشره حشره‌ای هست یا نه. وای، دیدینشون؟ به اینا میگن خرخاکی. یعنی خرخاکی ها همسایم دارن؟ بذاریم ببینیم. آره، این یه عنکبوت کوچیکی که داره میدوه. نگاه کنین، دیدینش؟ این یه لیزه است، لزج و لیزه. عجیبه که این هتل پر از جونوره، نه؟ اما میدونین هتل حشرات چطوری ساخته میشه؟ بریم ببینیم چطور ساخته میشه. هتل حشرات. ساختن هتل حشرات از اینجا شروع میشه، با چوب. تمام این چوب از جنگلی میاد که درختاشو مخصوصا برای ساختن وسایل مختلف میکارن. این چوب برای ساختن یه هتل حشرات مثل این به کار میره. این روریه، میخواد از این دستگاه بزرگ سبز استفاده کنه. بهش میگن رنده. رنده مثل یه سیب زمینی پوستکن بزرگه. وقتی روری تکه های چوبو از توی رنده رد میکنه، لایه بالایی چوب مثل پوست سیب زمینی تراشیده میشه. یعنی میشه چوبو به هر ضخامتی که برای هتل حشرات لازم باشه بتراشیم. بعدش روری با اره چوبو به اندازه‌ای که لازمه میبره. حالا روری از یه اره دیگه استفاده میکنه که شیب داره تا بتونه ته چوبا رو اوریب در بیاره. وقتی چوب اوریب بریده میشه، تکه های چوب قشنگ به هم جفت میشن مثل این. حالا فکر میکنین شکل هتل حشرات ما چیه؟ خب، ما 3 تکه داریم. حالا به هم وصلشون میکنیم. یه تکه، 2 تکه و با این سومی میشه یه مثلث درست کرد با 1، 2، 3 تا زل. ولی اگه همینجوری بذارمش، تکه های مثلث از هم جدا میشن. برای همین باید به هم بچسبونیمشون. روری داره با پیچ و یه پیچ گوشتی برقی 3 تکه چوب رو به هم وصل میکنه.
یه تیکه چوب دیگه به شکل مثلث هم اضافه میکنه که پشت هتل رو درست کنه. حالا چوب رو با سنباده صاف میکنه. بعد با رنگ ضد آب رنگش میکنه تا بارون خرابش نکنه. خب، قابش آماده است. ولی اون تیکه هایی که میرن توش چی؟ اول یه تیکه چوب لازم داریم که حشرات بخزن توش. ولی برای این کار باید چند تا مخفیگاه براشون درست کنیم. میدونین چطوری این کارو میکنیم؟ روری با یه مته چند تا سوراخ درست میکنه. وای، چه تون سوراخ میکنه. به نظرم بد نیست با دوربین دور آهسته مخصوصم یه نگاه دقیق تری بندازم. این دوربین چیزایی رو که خیلی تون حرکت میکنن و میگیره و بعدش کند میکنه. آماده این؟ بریم. میبینین که مته لبه هاش تیزه و دور خودش میچرخه و چوب و سوراخ میکنه و خاک اره بیرون میده؟ وقتی همه ی سوراخ ها کنده شدن، این شکلی میشه. این تکه چوب این شکلی میره توی هتل حشرات. ولی باید سوراخ سنبه های بیشتری درست کنیم. حالا وقت استفاده از ایناست. بهش میگن خیزران. خیزران یه جور گیاهه. غذای محبوب پانده هاست. به شکل لوله های دراز تو خالی رشد میکنه که بهش میگیم نی. آهای، منو میبینید؟ خوبیش اینه که وقتی یه جور خاصی توش فوت کنین یه صدای سوت خیلی قشنگ میده. بهترین چیزش اینه که این نی خیزران خونه خیلی خوبی برای عنکبوتا و شته‌های درختی و حتی گوشگزک‌هاست. عاشق اینن که توی این سوراخ‌ها بخزن. برای همین من و روری این فضای خالی هتل حشراتو با نی پر می‌کنیم. روری می‌ذاره کمکش کنم. یه مقدار چسبم اضافه می‌کنم که همه چیزو سر جاش نگه داره. یه مشت نی بردار. همشون یه اندازه؟ اندازه‌های مختلف. برای پر کردن جاهای خالی باید کلی نی خیزران به کار ببریم. نظرت چیه؟ کافیه دیگه. بفرمایین، اینم از این. هتل حشراتمون تکمیل شد. به نظرتون حالا کی میره توی زندگی کنه؟ اینم از این. یه خونه نو برای یه عالم حشره. به من بگین کدوم قسمت از درست کردن هتل حشراتو بیشتر دوست داری؟ اسم اون تکه های دراز چوب که سوراخ داشت و یادتونه؟ درسته، اسمشون هست نیه خیزران. شنیدین وقتی توی نیه خیزران فوت کردم چه صدایی داد؟ دیدین مته چطوری چوب و تبدیل به خاک اره کرد؟ خب، حالا میدونین که هتل حشرات چطوری درست میشه و چرخ همستر چطوری کار میکنه. حیوانا خیلی دوست داشتن. یعنی من عاشق اینم که حیوانا دور و برم باشن. امیدوارم شما هم دوست داشته باشین. خب، از طرف هلنا، هربرت و خودم تا برنامه بعد. There are lots of